درودی به گرمای مهر میهن بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان به ویژه همیهنان عزیز در مام میهن پس از مشروع اخبار ایران و جهان همینک و تا پانزده دقیقه بیننده برنامه شامگاهی بررسی مطبوعات ایران خواهید بود که مروری خواهد داشت بر اهم مطالب روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا تا بازخانی سرتیتر روزنامه ها با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت تیتر اصلی بیشتر روزنامه های امروز حضور و سفر حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان بوده است در این میان روزنامه شرق با درج تصویری از روحانی در کنار مولوی عبدالحمید به نقل از حسن روحانی تیتر زد درود ملت ایران را تقدیم علمای شیعه و سنی می کنم قانون حمله های حمید رسایی به دولتیان را تیت برگزید و از آن به عنوان جنجال یک سوال بی محل تعبیر می کرد در سو تیتر همین عنوان به نقل از زنگنه نوشت نه استعفا داده نه استعفا می دهم قانون سخنان روحانی در استان سیستان و بلوچستان را همراه با عکسی از نماینده ولی فقیه و مولوی عبدالحمید نشان میداد و تیت زد با خودمان آشتی کنیم ایران ارگان دولت با انتشار گزارش خبری از رویارویی مخالفان دولت با وزیر نفت روحانی از حضور خبرساز زنگنه در بهارستان خبر داده بود روزنامه وابسته به دولت اظهارات روحانی در سیستان را با دو واژه توصیفی آراست که سیستان و بلوچستان مروج مدارا و اعتدال بوده است نجات یک اعدامی در دقیقه 90 تیتر سه صفحه یک این روزنامه بود که بخشی از گزارش برنامه امشب می باشد آرمان به نقل از روحانی در جمع مردم سیستان می نوشت شهروند درجه دو نداریم این روزنامه به نقل از وزیر اقتصاد خبر داد شناسایی ده میلیون ثروتمند یاران بگیر آرمان گفتگوی اختصاصی با مرتزا مبالغ فعال سیاسی نزدیک به محافل اصلاح طلب انجام داد و به نقل از این معاون سیاسی وزارت کشور اهد اصلاحات از کابوس بازگشت احمدی نژاد پرده برداشت شهروند با درج تصویری از کوچه ای با ساکنان فقیر و محروم در تهران از روزگار سخت مردمی که در کنار گاوداری زندگی می کنند پرده بر می داشت و تیتر زد هیچستانی در جنوب غرب تهران همین روزنامه به نقل از روحانی در بلوچستان گفت هیچ تواوتی بین اقوام وجود ندارد ابتکار نیز همسان سایر روزنامه های همسو با طیف تحول شناسایی و حذف ده میلیون نفر از یاران بگیران را تیتر برجسته ساخت این روزنامه سفر روحانی را با تصاویری از مولوی عبدالحمید در کنار حسن روحانی آراست و میگفت شهروند درجه دو نداریم اعتماد اما جبه گیری های جدید گروهی افراتی به نام جبهه پایداری علیه دولت مردان روحانی را تیتر نخست برگزید و با درجه تصویری از زنگنه وزیر نفت مغزوب گروه های رادیکال با دو واژه تیتر زد پایداری زنگنه و اما روزنامه های تیف اصولگرایان سفر حسن روحانی رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان را با کمنگاری و به نحوی با کم محلی خاصی پوشش داده بودند و حتی برخی از روزنامه های افراتی منتصب به جبه اصولگرایان حتی در صفحه یک نیز پوشش نداده بودند از جمله بخش های کم اثرتر سخنانش را به عنوان تیت برگزیده بودند و یا بدون عکس منتشر کردند و همینطور به طور یک پارچه اگر هم منتشر کردند با حذف عکس مولوی عبدالحمید در کنار روحانی به صفحه آرایی روزنامه های خود کوشیدند و بستند از جمله روزنامه جوان وابسته به ارگان سپاه پاسداران تیت برجستش را به دشنامگویی به انگلستان اختصاص داد روزنامه کیهان با کلامی قول و وعده ای مبنی بر اینکه چهره سیستان متحول می شود بسته شد روزنامه اطلاعات دیگر روزنامه میان روی وابسته به نهاد رهبری با حذف تصاویر همراهان اصلی روحانی در جایگاه از توسعه فناوری های هسته ای خبر داد و روزنامه تون روی وطن امروز نزدیک به حلقه محمود احمدی نژاد بدون پوشش سفر روحانی به سیستان تیتری تماما تقابلی برگزید و به نقل از عباس اراخچی معاون ظریف نوشت رئیس جمهوری اشتباه کرد باستاب گسترده سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استان سیستان و بلوچستان و تشکر ایشان از روحانیون و علمای شیعه و سنی این استان در وحدت بخشی میان ایرانیان شناسایی ده میلیون ایرانی پولدار و ثروتمند در مراحل سبتنام اعطای یارانه ها دور جدید تحریم پانزده تن از صاحب منصبان حکومت جمهوری اسلامی از سوی دولت انگلستان پاسخ سریح بیژن زنگن وزیر نفت به شایعه استعفا و کنارگیری سمت وزارت نفت با استاب دور جدی با جدید سفر ظریف به کشورهای عربی همسایه و دعوت از شیخ امارات به تهران و بالاخره شده شدن محکوم به اعدام در دقیقه 90 با ابتکار برنامه تلویزیونی 90 اهم مطالب و موضوعاتی بود که بیشتر روزنامه های امروز چهارشنبه 27 فرودین ایرانی به انتشار آن پرداخته بودند بررسی مطبوعات را همچون همه شب با چکیره چند سرمقاله آغاز میکنیم روزنامه کیهان یاد داشته روز خود را به یارانه نقلی و تبلیغات دولتیان حول دریافت و یا انصراف آن اختصاص داده بودند و به قلم شخص حسین شریعت مداری نماینده رهبری جمهوری اسلامی در مؤسسه مطبوعاتی کیهان با تحسین و توصیف محمود احمدی نژاد به خاطر عملی سازی این پروژه در سطور آغازین به دو دولت موسوم به سازندگی رفسنجانی و اصلاحات خاتمی میکوبید و میشورید و انتقاد میکرد که چرا چشم دیدن دولت مهرورز و پاک دست احمدی نجاد را ندارند حسین شریعتمداری مداری در میانه های نوشتار سیاست های تبلیغی صدا و سیما را در اقناع شهروندان ایرانی برای انصراف از دریافت یارانه ها ناکارامت توصیف می کرد و با ذکر مصادیقی اشاره می کرد که مثلا در کلیپ های تبلیغاتی صدا و سیما مخصوصا سیما برخی از کسانی جلوی دوربین آمده و ضمن اعلام انصراف از دریافت یاران دیگران را به انصراف تشویق می کنند که اساسا یارانه گرفتن آنها عجیب و غریب است مثلا فلان فوتبالیست یا هنرپیشه یا کارخانهدار و بوتیکدار و در یک مورد مدیر فلان بانک و غیره که معمولا از درآمدهای کنان برخوردارند و اعلام انصراف آنها نمیتواند برای دیگران الگو و قابل استناد باشد ادامه می دهیم چکیده ی سرمقاله ها را رو روزنامه خبری تحلیلی شرق با پنج سرمقاله به مسائل منطقی از جمله استان سیستان و بلوچستان نیز می پرداخت. از جمله در یکی از یادداشت ها با عنوان بلوچستان و دولت روحانی به قلم عبدالوهاب شهلی دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران با ترکیبی از رویکرد علمی و آموزه های جهانی در عرصه توسعه سیاسی و اقتصادی در بردام ریزی های منطقه به حضور گسترده ای ایرانیان بلوچ در انتخابات و رأی به حسن روحانی اشاره می کرد و معتقد بود که بلوچ همچون هر قوم دیگری به دنبال بهبود شرایط زیست خودش است و میخواهد به منزلتی مطلوب دست یابد بلوچی که رفتار انتخاباتیش در دهه های اخیر به خوبی حکایت از اشتیاقش به دید شدن بیشتر و مشارکت بیشتر داشتن در ساختن منطقهاش و نیز کل کشورش دارد نویسنده در پایان با اشاره به وعده های گاه و بیگاه و زودگذر مسئولین جمهوری اسلامی به مردم در منطقه های مختلف از جمله بلوچستان یادآور میشد که تا زمانی که ساختارها اصلاح نشوند با توزیع تعدادی پست یا فرصت اقتصادی به کسانی که از رأی و مشارکت مردم سوی استفاده می کنند نه ای به وجود می آید و نه بهبودی در زندگی قاطبه مردم ایجاد می شود و در بر همان پاشنه ای می چرخد که تا کنون چرخیده است از جمله مطالب و رویدادهایی که روزنامه های بیشماری به طور مشترک و به پوشش گسترده آن پرداخته بودند بخش شده شدن قاتل محکوم به اعدام بود که در شهرستان سبز رویان مازندران در سهرگاه بهاری در قوقای مردم و قبل از طلوع آفتاب از تناب دار رهیده شد و نجات یافته بود روزنامه ایران در صفحه شک به جزئیاتی از این ماجرا می پرداخت و با پدر و مادر جوان مقتول که قاتل را بخشیدند گفتگوی انجام داد که حاوی نکات جالبی بود و گوشه های از آن را با هم نیز بازخانی می کنیم از جمله نکات تلخ و شاید بسیار شنیدنی این ماجرا آنکه خانواده مقتول تنها دو پسر داشتند که هر دو پسرشان را هم از دست دادند و از غذای روزگار پسر کوچکترشان که چهار سال پیش از حادثه به قتل رسیدن عبدالله در تصادف موتورسیکلت درگذشته بود که راکب آن موتورسیکلت هم همین قاتل بوده است که با امروز اعدام شود مادر مقتول در این گفتگو گفت پسر کوچکترم را هم چهار سال پیش از به قتل رسیدن عبدالله از دست دادم امیر حسین یازده هم در خیابان و بنا به دلایلی با موتور موتورسیکلتی تصادف کرد و جانش را از دست داد اتفاقا همین قاتل پسر بزرگترم آن روز روی ترک آن موتور نشسته بود در واقع هر دو پسرمان را وی به قتل رسانده است و اما خبرنگار روزنامه ایران در توصیف صحنه اعدام در بامداد موعود از مادر مقتول میپرسید چه شد که گذشت کردید و ایشان جواب میدهد تا لحظه آخر حاضر به گذشت نبودم اما آن لحظه آخر یاد خوابهایی دیدم که افتادم گروه حوادث و شوکه روزنامه ایران با اشاره به ابتکار برنامه ورزشی 90 و شخص عادل فردوسی پور از پدر مقتول میپرسید برنامه 90 این هفته را مشاهده کردید و آقای حسین پدر مقتولان جواب داد بله آن را دیدم و صحبت های آقای فردوسی پور و حمایت هایی که مردم داشتن را میشنیدم شب قبل از اعدام هم آقایان فردوسی پور علی دایی و امیر غل با من تماس گرفتند و اما لحظه های نفسگیر صحنه اعدام از زبان پدر مقتول شب قبل از اعدام که از ناراحتی و استرس خواب نداشتیم و خیلی ها هم با ما تماس می گرفتن. تا خود صبح بیدار بودیم ساعت پنج و بیست دقیقه که نمازمان را خواندیم به سمت محل اعدام که نزدیکی زندان نور بود رفتیم جمعیت خیلی زیادی آمده بودند و همه یک صدا ما را قسم میدادند که این جوان را ببخشیم و فرد قاتل مدام فریاد میکشید و میگفت که به جوانیم رحم کنید به پدر و مادرم رحم کنید بعد از آن با هم به سمت چوبه دار رفتیم و همسرم سیلی محکمی به این جوان زد و با هم تناب دار را از گردنش آزاد کردیم و او را بخشیدیم و صفحه یک را میبندیم با تق خبری که روزنامه وطن امروز نزدیک به گروه های افراتی جبهه پایداری از محافل مخفی خود با یک فایل صوتی منتشر کرده بود بنابر تازه ترین مدعیات این روزنامه در خصوص حق غنیسازی آقای روحانی در نامه خود به رهبری خامنه ای را فریب داد عباس اراقچی که پس از ظریف مسئولیت مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک را بر عهده دارد پنجشنبه سوم بهمن سال 92 به قم سفر کرد و دیدارهایی با علما و روحانیون درباره موضوع توافقنامه ژنو برگزار کرده بود عراقچی در یکی از این دیدارها در مدرسه معصومی پس از سخنرانی و توضیح درباره توافق ژنو با سوالات دقیق طلاب این مدرسه مواجه شد بنابر گزارش روزنامه وطن امروز اگرچه با نظر اراقچی این نشست خبری نشد و خبرنگاران اجازه حضور در این نشست را نداشتند اما طلاب حاضر در جلسه اطلاعاتی درباره اظهارات اراقچی مطرح کردند در این میان یک فایل صوتی نیز از اراقچی درباره موضوع غنیسازی منتشر شد که محتوای آن بسیار به زعم این روزنامه حائز اهمیت است چرا که در این فایل صوتی عباس اراخچی در پاسخ به یکی از طلاب درباره حق غنیسازی سازی گفته است که ادعای روحانی مبنی بر اذعان گروه پنج به علاوه یک به حق غنیسازی ایران در توافق ژنو اشتباه بوده است این روحانی که تناقضات اظهارات اراخچی و روحانی در موضوع به رسمیت شناخته شدن حق غنیسازی ایران را متوجه شد از اراقچی پرسید با توجه به اینکه شما میگویید آمریکا حق غنیسازی ایران را نمیپذیرد آیا نامه رئیس جمهور به رهبری بلوف بوده است یا خیر که معاون وزیر امور خارجه پاسخ داد من هم همین را میخواهم عرض کنم ببینید بین خود ما حتی در سطح رئیس جمهور کلمه حق و شناسایی حق مقداری غرقاتی شده است ایشان گفت اینکه آقای رئیس جمهور توی نامهشان اگر نوشتند حق ما را به رسمیت شناختند ایشان اشتباه کردند تا درودی دوباره شامگاهی دیگر و ورق تازهی از برنامه بررسی مطبوعات ایران در ایران فردا بامداد روشن بدرود